یه بار خوابیده بود با هماین شجریان، گفتیم بترسونیمش. رفته بودیم خارج از شهر توی از این هماین هم این چیزای تفنگای شکاری بود اونجا ورداش آورد. دلو رضا خوابیده بود رو تخت، دوربینو دادیم به پژمان جمشیدی، گفتیم کس تو ببین فیلم بگیره. ها فیلم بگیره. فیلم بگیره که این میترسه دیده میکنه تو خودش، در واقع این بلرزه ما بگیره. این پژمان فیلمو گرفت، همایون اینم خوابیده رو تخت، منم پژمانو گرفته بودم که این تفنگ شلیک میشه این تکون. همایون اومد بالا سر اصلا همایون شجریان، بگو تو مگه همایون شجریان نیست این کارا چی میکنی؟ اومد بالا سر این شلیک کرد دلول، آقا اصلا ترکید، همه چی ترکید. بعد من اون زیر اینجوری شدم، پژمان جمشیدی که میدونست قراره شلیک بشه دوربین اینجوری اینجوری شد شلیک دیگه. این آقا اینجوری کرد، اصلا مگه میشه؟ نه بس دوباره دوباره خوابی دوباره خوابی. اصلا میشه اینقدر نپری بالا؟ واقعا از هیچی نمیترسی؟ اصلا هیچی. با هم یه ها گفتش که چیز اعلام کرد که به دلیل نقص فنی هواپیما. یه خاطره دیگه است. بله یه بارم میخوام بگم چه جور آدمیه واقعا. تو زلزله یعنی نترسیدی؟ ابدا ابدا. اصلا فیلمش هست که نترسیده. یادت رفت؟ اصلا کلا یادم گفت مسافران عزیز تو هواپیما بودین؟ دو تایی. چرا فیلمنما رو از وسط میگی؟ گفتم سریع بگم آخه هول. نه توی هواپیما بودید داشتید میرفتید سفر دو تایی. از کیش میرفتیم شیراز. بله. اصلا یه ربه. کلا اصلا من نمیدونم کی وقت کرد سقوط کنه. آقا صبر کن. چجوری میشه؟ ما نشستیم و این هواپیما تا اینجوری پاشد. همچی پاشد با رضا همجی من میلرزیدیم میرفت بالا. گفتم رضا این طبیعیه اینجوری بره بالا این همه ما هواپیما؟ گفت طبیعیه. چیزم داره دیگه، صدای بم به سزایی هم داره دیگه. موقعی که خیلی هم چیزه طبیعیه. گفتم گفتم داداش طبیعی نیست، این داره بال میزنه میره بالا. ما سوار هواپیما سوار کلاغ که نشدیم، سوار هواپیما اینجوری اینجوری. گفت بشیم آبروزی نکن طبیعیه. بعد اصلا نمیدونم چرا این صندلی رو گشته بودن اینجا. دیوار ردیف یک هم لطف کرد به ما داد، ولی اینجامون بود این دیواره. اصلا یه صندلی اضافه کرده بودم من اینجای، یعنی این که میرفت بالا من اینجوری سرم میخورم چیزه. برو عقبتر. خب خلاصه هی اینجوری رفت و رفت و من اینجوری گفتم رضا این من دارم خونریزی مغزی میکنم. چرا چرا این با اینجوری چرا تمام نمیشه؟ گفت زایه نکن زایه نکن. بعد خوابید. اصلا باورتون میشه؟ به هر حال داره میلرزه دیگه. آقا نخواب حداقل برادر من. این آقا اینجوری چشها رو بس خوابید و ما رفتیم صاف شد هواپیما و شروع کرد تخت 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 تخت. اصلا یه روب ما مزاحم شدیم، یه دقیقه ما رو بذاری شیره چیکار؟ آقا این تخت 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 تخت. یه خانم مهماندار گفت مسافران عزیز یک نقص فنی کوچیک هست، ایشالله برطرفش کمربند های ایمنی خود. آقا آقا این مرم خدا همه جیغ زدن این چیزا ریخ بایی چمدونه. آقا میزنم چیه مگه؟ میزنم بهش میگم رضا داری سقوط میکنه، رضا رضا سقوط، رضا سلام هم میخور توی اون داره میدونه. آره مهمان داره عرق کرده میدونه میرم عبر یکی قشت تشن نوچی خلاص. آقا من یه چی کار بکنه خود نه بعد اینا رو میخواستم شکار کنه. خوبه آقا تو اون داره میدوه کف داره دهنش میاد چمدون میفته، من اینجوری سر توی شروع کرد خوندن. باورتون میشه تو هواپیما؟ اصلا غیر ممکنه تو در این شرایط بخونی. بخون چی خوندی؟ یه هایدر من فیلم خودزنیه بکن داره. آره بعد خیلی هم تلخه همه دارم میدوام میگه خستم نگونم
اینو میخوندی؟ میخوند. شکستم نگونه دست من. بعد من حالا تو این بدبختی که دست منو بگیر که گم شدم، سرم داره میخوره کف یارو، شبه داد میزدم نخون رضا. خدا میگم نخون، آخرین چیزی که میخوام بهش بگم این نباش. گفتم آخرین چیزی که میخوام بشنوم این نباشه. آره خیلی تلخه دیگه. خانومه رو بیشتر ترجیح میدادم که داشتم خدا. خیلی آخه حیف بود نمیگفت این خاطره رو واقعا. اینقدر عجیبه.